با سلام و احترام خدمت دوستان و عزیزان و ملت شریف و مأخوذ به حیای ایران، من امروز گزارش پزشکی دیدم از بیمارستانهای اصفهان که بعد از این کلیپ اینو خواهم گذاشت. آقایون پزشکان، سوگندتون کجا رفته؟ چرا راست به مردم نمیگید؟ چرا شماها با حکومت همکاری میکنید؟ این همکاری شما یعنی شریک بودن در تمام جنایت و خیانت و دروغ های اینها. چرا صادقانه به مردم نمیگی که تمام این بلایی که سر بچه‌هایی به تازه دنیا در به دنیا میان در میاد مواد رادیواکتیو و امثال هم هست؟ چرا نکات اون انحرافی به مردم میگید؟ دوستان، این که میگن بحث این امواجی که نمیدونم میفرستن برای ماهواره ها، اینا قصه است. اهل فن میدونن این امواج، امواج مستقیمه، دی سی هست. یعنی اینکه این امواج اختره بالا میفرستند هیچ اثر مخربی روی مردم این پایین ندارد، چون باید امواج مستقیم جوری باشد که دو طرف بزند و اون آدم یا اون کس که وسط قرار میگیره تحت تاثیر قرار بگیره. و امواج مستقیم وقتی که میاد در دیوار میخوره دیگه رد نمیشه دوستان. حالا امواج متناوب شاید سینوسی ها بیان رد بشن، اما بازم اثر داره، باید مستقیم پرتاب الکترون ها مستقیم باشه یا امواج مستقیم بخوره به بدن و دو طرف این عمل انجام بشه. هیچ اثر مخربی نداره، اما به خاطر که افکار مردم منحرف بکنند میان و میگن که مال این امواج و این حرفون قصه است. دوستان، پزشکای ما هم البته حق دارن، چون بیشتر سهمیه هستن، سهمیه خانواده شهید، جانباز و این حرفا، که باید بدونن حرمت پزشکی قسمشون بیش از یه ارزش داره. متاسفانه در کشور ما جابجایی اورانیوم اصلا براشون اهمیت نداره. مثلا برفرض از کشور آفریقا اورانیوم خریدن دو سه مرتبه، یه سری آفریقایی بنده خدایی که نمیدونن اینا رو بستن به بدنشون و آوردن ایران. تمام مسافر و هواپیما به سه چابان رسید، همه سرطان گرفتن و از می رفتن، خود اون طرف میگو الی آخر. الان در اصفهان بچه نافذ الخلقه، بچه که به دنیا مدت مدت سری میمیرن و وقتی خونی دارن، همش تشعشعات این هاست. مشکلات از اینجا شروع شده میشه و هست. شهرهای دیگه هم همچنین. چه میخواید بکنید؟ اونهایی که 2000-3000 موشک دارن چه کردن که شما دارید میخواید بکنید؟ چرا بچه ها ذوق بودن، چه کاری کردید؟ مردم در جریان باشید. اینها برای چیزی که ارزش قائلی هستن واسه جون انسان هاست، به خصوص ما ایرانی ها. بنزینی که الان میاد تو ایران یورو 4 نیست، چون اینا سوبسیدشون میگیرن، سوبسید ببخشید، اینا حق حسابشون میگیرند، اوورشون میگیرند و این بنزین های آلوده تبعاتش وحشتناکه، مخصوصا روی بچه ها، مخصوصا روی زن های حامله و آدم مسن اثر وحشتناکی داره. این پوچ ریخ به نظر خودتون خورد خودتون میشه که نمیشه. حیا و شرم هم که تموم شده است، یعنی دیگه چیزی برای دست دادن ندارید، هر کی بار خودش رو ببنده و بره. دوستان، کار به جایی رسیده، شما شاید تعجب به خودتون فکر نکنید تا حالا چرا در چند سال اخیر تصف ایران خیلی زیاد شده. اینو متاسفانه باید بپذیریم. اون شعری هست که میگه که مردشویان خلق مرده میخواهند، به نازم مطربان که خلق مسرور میخواهند. یه عده‌ای در من این گزارش رو دیشب گرفتم، باورم نمیشد. یه عده‌ای هستن تو وزارت راه و پیمانکاراشون. من خجالت میشم حرف رو میزنم دوستان، اما باید بگم بهتون که اینها در روزهایی که جاده ها خیس است و بارانی سر پیچا گازوئیل میریزند تا ماشین سر بخوره، تصادف کنه و اینا کار کاسبیشون رو بکنند. جرثقیل بیاد، صافکار نقاش بیاد، آمبولانس بیاد، جون آدم هم که براشون ارزش نداشته و نداره.
حتی شرمنده اینو میگم سرقت میکنند. و به چه قیمتی؟ این اینقدر تنزل کرده انسانیت و اینقدر فشار اقتصادی به اون بعضی اومده این کارا رو میکنند. البته این اصل تداعی میکنه که این از شعار بیکار دزدی و قتل و غارت، این هم یه جور دزدی و قتل و غارته، هم دزدی توش هست هم قتل هست هم غارت توش هست. حواستون جمع باشه جوانا، دوستان از این ماشین دارید جاده میرید، سر پیچه جاده خیس بود قطعا بدین و بازی ریختن که ماشین سر بخوره. شما احتیاط کنید، شما دقت کنید و اینو به دوستاتون اطلاع بدید. شما که با یک مشقت و بدبختی و با یک وام فلان و قصه ماشین خریدی، به این راحتی ماشین داغون بشه، به این راحتی ماشین تصادف کنه، به این راحتی ماشین از جاده منحرف بشه، بعد میگن خوابت برد فلان شد، نه چرا سر پیچه اتفاق میفته، جای تأسف داره. تویی که این کارو میکنی آیا حاضری نیازتو مشکلاتتو با ایجاد کردن مشکل واسه کسی دیگه برطرف بکنی به جای راه نمیبرید؟ خود مردم حواسشون باشه. واقعا حالا بگذاریم تو پلیس آدمای بد هم هست خوبم هست، ولی اکثر پلیس هم هنوز آدم خوبی هستند، نیروی انسانی آدم خوبی هستند. یقه اینا رو بگیرید. چون چه اتفاقی افتاد واقعا وایسید و صورت جلسی اون عکس فیلم بگیرید از این قصه تا آمار تصدیق کم بیاد پایین تر، آمار تصدیق بیاد پایین تر. بحثای دیگه هست چطور نمیخوام بشه، اما میخوام اینو به دوستان بین خودشون شیر کنن. و اون فیلم چیزم بعد از این خواهم گذاشت، مال بیمارستانه اصفهان رو که باز پزشکا اینجا دروغ میگن به مردم، مریضی چیزی عنوان میکنن، اما مواد رایداتی بکتی به هیچ رحم نمی کنه. و بین خودمون بین مردم آگاهی بدیم که شاید آسیب هامون کمتر بشه. ایام بکام روزگار خوش.